مانی مصطفی وکیل حقوق بشر و مدیر سازمان حقوق بشری میان با ما هست. آقای مصطفی، ضمن خوش آمده به شما، نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد 8 روز دیگه علیه جمهوری اسلامی تشکیل میشه. این معنیش یعنی چی آقا؟ کمی ما رو با این نشست کلا آشنا کنید. مرسی که منو دعوت کردی. ببین، این یه معنی این نشست، یه نشست خیلی تاریخیه. اولین بار که ایران جمهوری اسلامی کشیدن به این سمت جواب چیز پاسخ دادن هست. ببین، این نشست میخواست یه قطعنامه بیارن تو نشست برای رایگیری. این قطعنامه چی میگه؟ میخوان یه مکانیزم مستقل تقراتی درست کنن که برن دنبال ثابت کردن و مدرک هایی که مستند میکنه که جمهوری اسلامی جرم های حقوق بشری به اندازه جهانی انجام داد. چرا این مهمه؟ امیدواریم که در نیروهای جمهوری اسلامی آدم های بفهمن که اگر میخوان جرم انجام بدن میتونن آیندهش شبیه آینده حامد نوری باشه، یعنی میتونن بکشنش در یه دادگاه جهانی در یک کشور مثل سوئد یا اسپانیا یا یه جای دیگه، یا در یه سیستم عدالت انتقالی باید برای جرماشو جواب بدن. چطوری میتونه تاثیرگذار باشه؟ آقای مصطفی، شما خودتونم بهتر از من میدونید، مردم یه مقدار که چه ارز کنم خسته هستن از این قضیه قطعنامه ها. میگن که مثلا اینها دور هم دیگه جمع میشن و بعد یه قطعنامه صادر میشه و چیزی عملی واقعا صورت نمیگیره. این چطوری میتونه تاثیرگذار باشه؟ ببین، من با پشیمون بودن مردم و من میفهمم چرا پشیمون هستن از این قطعنامه ها. سازمان ملل آیا وقتا میتونه یه ارگان خیلی ضعیف باشه، ولی فرق این نشست و این قطعنامه با مثل میخوای مقایسه میکنیم با گزارشگر ویژه، فرقش اینه که یه زیر ساخت یک دادگاهی واقعی هست. خب ما شاید فردا تصویر تو کوچه ها نبینیم، یعنی نمیگم که سری به یه جای خوب برسید، ولی از نظر واقعیت این قطعنامه که میتونه تاثیرگذار باشه، در چارچوب سازمان ملل و در چارچوب شورای حقوق بشر این یه چیزی خیلی قویه.